با سلام مجدد، دوباره خوش آمدین. هدامی برنامه هست و با شما هستیم دوستای عزیز. و دلیل از آن خوشبختانه مهمان داریم و مهماندار هستیم، بانو مریم کریمی، مسئول بنیاد کودک در ولایت بلخ. خیلی خوش آمدین، روز شما بخیر. تشکر، سلامت باشین. با سلام خدمت بیننده عزیز و پسندارکاران تلویزیون پگاه. سلامت باشین، زنده باشین. بانو مریم کریمی امروز در برنامه با خود داریم. قسمی که در آغاز برنامه همکار خوب مصطفی جان گفت که ما خواستیم روز کودک را تجلیل بکنیم، همه یک کم به تاخیر، اما در کل خواستیم که تجلیل داشته باشیم از روز کودک. امروز کودکایی را در برنامه داشتیم و خوشبختانه حال مهمان عزیز ما بانو مریم کریمی هستند. بانو مریم کریمی، میشه ایرا بگوین که از چی مدت به این طرف بنیاد کودک در ولایت بلخ به فعالیت آغاز کرده؟ بنیاد کودک یک مؤسسه خیریه هست که از سال 1397 از سال 1387 شروع به کار کرده و تا بال مشغول به کار هست و از کودکانی که نیازمند هستن، کودکانی که بی بضاعت هستن، مخصوصا کسایی که سرپرست ندارن و به نحو آسیب پذیر هستن یا اینکه سرپرست از کار افتاده دارن یا بد سرپرست هستن، اونا رو تحت حمایت و پوشش خود قرار داده و کنارش از کودکان تالاسمی نیز حمایت میکنه. آیا بنیاد کودک توسط کدام نهاد خارجی حمایت میشه یا توسط دولت خود افغانستان؟ بنیاد کودک یک مؤسسه بین المللی هست که در 8 کشور نمایندگی داره و یک نمایندگیش در افغانستان هست که هر دفتر به نحوی به دفاتر دیگه کمک میکنه، که افغانستان یک دفتر کمک بگیر هست که از دفاتر دیگه کمک جمع آوری میکنه و خود بنیاد کودک در خود داخل افغانستان نیز خیرین زیادی رو داره، نیکوکاران زیادی رو داره که اونا هم هر کدام به نحوی به اندازه خودشان برای طفلای ما کمک میکنن. کدام کودک ها مستحق و کمک است و بنیاد کودک کدام کودک ها را تحت حمایت قرار میده؟ بله، اطفالی که پدر نداشته باشن و در کنارش برادر یا اقاربی که برشون کمک بکنه و بالای سن باشه، اونا تحت حمایت قرار میگیره. کودکایی که نه پدر نه مادر دارن و خانه اقاربشان زندگی میکنن و همچنین کودکایی که پدر از کار افتاده یا مریض داشته باشن یا کودکایی که بد سرپرست باشن، متاسفانه این پدر معتاد داشته باشه، یا کسایی که دارای چندین خانواده هست، پدرش چند زنه هستن و این خانواده رو ترک کرده باشه، اینا شامل پروسه بنیاد کودک میشه که حمایت های مالی و تحصیلی میشه و اینا به مکاتب رای میشه و برایشان هزینه تحصیل، هزینه قرطاسیه، کالا و حتی خوراکشان پرداخت میشه. آیا میتونه کدام خانواده ای که وضع اقتصادشان خوب است یکی از این کودک ها را تحت حمایت قرار بده؟ ما چنین گزینه را در بلخ داریم. ما در حال حاضر و اینا خدا رو هزار بار شکر میگم که واقعا مردم بلخ یک مردم خیلی خیر هستن، خیلی نیکوکار هستن. ما 27 طفل داریم که در خود بلخ سرپرستیش دیگران به عهده گرفته، کنار خانوادهش زندگی میکنه، اما مخارجش، تحصیلش، خوراک و پوشاک و خانواده را خیرین بلخی به عهده داره و به صورت مستقیم براشون کمک ارائه میکنه. بسیار خوب. بانو کریمی، آیا بنیاد کودک که شما در آن فعال هستین و در ولایت بلخ فعالیت میکنه، برای اطفال روی جاده هم کدام کمک میتونه بکنه؟ بله، ما پروسه اصلی ما روی کودک هایی که کار میکردن ولی تحصیل نمیکردن، بله، ما روی اونا کار میکردیم و در حال حاضر هم کار میکنیم و با تحقیقی که ما چندین سال قبل داشتیم و کوشش کردیم که این تحقیق به صورت آپدیت نگاه بکنیم، طفلایی که سر سرک کار میکنن، کار سنگین یا کار شاقه میکنن پیدا میکنیم و میبینیم که دلیل کار کردن اینا چی هست. بله. اگر ببینیم سرپرست خودش سرپرست خانواده هست، خودش واقعا پدرش از کار افتاده هست و همون شرایط که من گفتم اونا رو داشته باشه، ما مددکارای اجتماعی ما فوری اقدام میکنن و اینا رو تحت پوشش و حمایت قرار میدن و از کار کردن میکشن و به مکاتب رای میکنیم. ما هدف اصلی من روی کودکای کار هست. بسیار خوب. چی تعداد اطفال نزد شما در بنیاد کودک ثبت است که اطفال بی‌وضاحت است، اونا نیاز به کمک دارن؟ بله، حدود 350 خانواده که در حال حاضر کاملا راجستر هستن و هزینه تحصیل از ما دریافت میکنن به صورت نقدی. در حدود بالای 400 خانواده در حال انتظار هستن. 350 خانواده به صورت مستقیم هزینه دریافت میکنن
بودجه دریافت میکنن به صورت ماهوار و ثابت و حدود 300 خانواده دیگر به صورت غیر مستقیم هست، یعنی کمک های موردی ما رو دریافت میکنن، مثل خوراک، پوشاک و این مسائل زغال سنگ در زمستان، این مسائل کمکی خانوادگی رو دریافت میکنن. اما 350 خانواده به صورت مستقیم به غیر از این هزینه ها هزینه یک معاش ماهوار ثابت برای هزینه تحصیل دارن. سپاس از شما. بیشتر گفتین که در بخش کودکای تلاسمی هم شما فعالیت دارین. چی تعداد از این اطفال مریض به پیش شما ثبت راجستر است؟ متاسفانه امسال ما تعداد و آمار خیلی بالایی داشتیم. 183 نفر ما در حال حاضر ثبت داریم، اینا به صورت متغیر هست. 83 نفر. 183 نفر. بله، متاسفانه اینا به صورت متغیر هست. یک تعداد فوت میکنن، یک تعداد پس میان راجستر میشن. ما در هفته گذشته دو تا طفل ما رو از دست دادیم. اینا هم کودک هایی هستند که به خون نیاز دارن؟ بله بله، کودک هایی هستند که به صورت ماهوار، یک تعدادی به صورت هفته وار حتی نیاز به خون میکنن، که ما چندین بار کمپین های اهدای خون رو به خاطر امینا برگزار کردیم که اینا بتانن ما گرفتن خون از شهروندان بلخی ما زنده بمانن و نفس بکشن. متاسفانه ما هفته پیش دو تا اینا رو از دست دادیم و امکان درمانش هم نیست و خوب خدا رو شکر باز یک اتاق رو ما در شفاخانه گرفتیم و طفلای ما جداگانه هستن از دیگه بیماری های خون و شهروندان بلخی ما میان به صورت رضاکارانه خون اهدا میکنن. بله. و رضاکارای بنیاد کودک نیست، به صورت نوبتی و به صورت ماهوار در به حساب چی اتاق هستن و مواظبت میکنن از طفلا، خدمات ارائه میکنن، یک سری از مواد پزشکی هم به صورت رایگان برای اینا اهدا میشه و متاسفانه فقط تنها موضوعی که هست درمان اینها در داخل افغانستان امکان پذیر نیست و باید اینا خارج از کشور با یک هزینه هنگفت برن و این هزینه برای اکثر خانواده های ما متاسفانه قابل تأمین نیست و در حال حاضر ما 18 خانواده ما رایی کردیم با هزینه خودشان فقط کمک ناچیز بنیادی کودک کرده، چون در پروسه کاری ما نیست، باز هم همی هم بودجه هم که جمع آوری شد تا حد یک کمک اندکی هم که بنیادی کودک کرد، باز هزینه کاران بلخی بودن که اینا کمک کردن تا تانستن اینا به ویزه خود بگیرن یا فرض مثال هزینه سفری را مهیا بکنن و اکثرا فیصدی بالا خودشان اوی که خانه ای داشته سودا کردن یا اوی که چی داشته سودا کردن و برای درمان اطفالشان خارج از کشور سفر کردن. ما 18 کودک تا بالا را رایی کردیم، 2 کودک سلامتی خودش کاملا به دست آورده و 16 تای دیگرش در حال درمان است. وزارت صحت کمک نمی کنه به این اطفال؟ باید کمک داشته باشه، یاری خود همیشه داشته باشه وزارت صحت هامه؟ صحت هامه اتاقی که در اختیار ما قرار داده و تا یک اندازه دواها یا چیزی که در اختیار ما قرار میده، دکتران که در اختیار ما قرار داده برای تزریق خون، اونا این همکاری را با ما دارن تا این اندازه، ولی متاسفانه از او بیشتر به گفته خودشان امکاناتشان نداره و نمیتونن که خدمات ارائه بکنن. سپاسگزار هستیم از شما که امروز در برنامه آمدین و در اخیر میخواییم یک پیام داشته باشیم از شما. من از تمام کسایی که در بلخ هستن میفهمم همه حس انسان دوستی و حس کمک کردن به هم نوع خودشان داره. من از همه میخواییم که اگر دوست دارین به طفلای تالاسمی ما کمک کنین، خون اهدا بکنین، اگر میخواین کودک یتیم بی سرپرست بی بضاعتی را تحت حمایت و پوشش خودتان قرار بدین، بیاین از آدرس بنیاد کودک به صورت مستقیم با خود خانواده روبرو شویم، طرف شویم و بیاین و کمک خود ارائه بکنین. انشاءالله که ما بتونیم یک پل ارتباطی بسیار خوب برای شما نیکوکاران بلخی داشته باشیم. ما نیکوکاران بلخ همیشه با خود داشتیم و انشاءالله بعد از این هم دوست داریم که کنار ما بیشتر و بیشتر کسای نیکوکار باشن و بیاین ما رو یاری کنن. سپاس از بانو مریم کریمی، مسئول بنیاد کودک در ولایت بلخ. دوستای عزیز، در این لحظات یک میان برنامه کوتاه داریم و زود برمیگردیم.